yo الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين موضوع بحث نماز مسافر هست که در درس قبلی در خصوص شرایط نماز مسافر به محضر بینندگان عزیز مطالب و نکات تقدیم گردید عرض شد که با هشت شرط نمازگزار مسلمان وظیفه دارد که در حال سفر نمازهای چهار رکعتی یومیه خود را تبدیل به دو رکعتی نماید و اصطلاحا شکسته بخواند از این هشت شرط چهار شرطش که عبارت باشد از مسافت شرعی که همان هشت فرسخ است قصد این مسافت رسیدن به حد ترخص و استمرار این قصد تا پایان سفر این چهار تا شرط مطالب و توضیحاتی داشت که در درس قبلی ارائه گردید پنجمین شرطی که در این درس باید تعقیب بشود عبارت از این است که انسان مسافر نباید یکی از قواطع سفر را قصد داشته باشد مستحضرید از وقتی که سفر شروع می شود تا پایان سفر برخ حالات و امور انسان مسافر را از حالت سفر خارج می کند مثلا اگر در اثناء راه به نقطه برسد که در اون نقطه وطن دوم انسان قرار داشته باشد یا وطنش باشد یا فرض بفرمایید شخص در یک نقطه قصد بکند که ده روز در اونجا بماند امثال اینها اصطلاحا قواطع سفر هستند یا یعنی اینکه شخص سی روز در یک نقطه در حال سفر بماند و در حال تردید باشد بعد از گذشت سی روز از روز سی و یکم به بعد دیگر این شخص نمی تواند نماز خود را شکسته بخواند بلکه وظیفه این هست که نمازش را تمام بخواند در این بحث هم اگر کسی ولو قصد کرده است که هشت فرسخ را مسافرت بکند تمام شرایط وجود داشته باشد ولی می داند که در وسط راه می خواهد ده روز بماند چهار فرسخ راه می رود بعد ده روز اونجا قصد اقامت می کند یا فرض بفرمایید بعد از تایی فرسخ در یکی از اماکن و مناطق وطن انسان قرار داشته باشد اگر همچو شرایط پیش بیاید عملا شخص از حالت سفر خارج می شود و وظیفه دارد که نماز خود را تمام بخواند. بله اگر انسان قصد هشت فرسخ نماید در مسیر راه قواطع سفر را مرتکب بشود مثل اینکه از وطن خود عبور بکند ولی باز به سفر خود ادامه بدهد در حقیقت بعد از اون نقطه ای که اونجا قصد اقامت کرد یا وطنش بود هشت فرسخ جدید را راه برود و در حقیقت مسافت جدیدی از نظر شرعی محقق بشود اینجا با توجه به اینکه شرایط جدید و حالت جدید پیش میاد انسان وظیفه دارد که نماز خود را شکسته بخواند امروزه که سفرها و طی مسافت‌های طولانی راحت شده است این امور ممکن است بسیار زیاد پیش بیاد انسان در نقطه قصد اقامت بکند یا از نقطه عبور بکند که وطنش باشد ولی ادامه راه بسیار طولانی باشد یا رفت برگشت راه به اندازه باشد که مسافت شرعی که همان 45 کیلومتر یا 8 فرسخ شرعی باشد محقق بشود در تمام این حالات نمازگزاران عزیز وظیفه دارند که نماز خود را شکسته بخوانند. ششمین شرطی که در نماز مسافر مطرح شده است این است که سفر انسان نمازگزار نباید سفر معصیت باشد سفر معصیت دو جور مصداق میتواند داشته باشد گاهی خود سفر فی نفس معصیت هست مثل این که کسی از جبهه جهاد شرعی فرار بکند و در همین حال فرار کردن سفرش هم محقق بشود که اینجا خود این سفر و طی مسافت گناه است گاهی ممکن است خود سفر فی نفس مباه است ولی هدف مسافر از این سفر ارتکاب کار حرام هست مثل این که به قصد کشتن کسی قصد شهر دیگر را داشته باشد یا به قصد این که بر کسی ستم روا بکند یا به قصد این که در حق کسی ظلم بکند و ستم نماید سفر را اختیار نماید در هر صورت مراد از سفر معصیت این دو حالت هست چه خود سفر به ذات معصیت باشد یا این که انسان برای معصیت و گناه سفر را اختیار بکند در هر دو صورت انسان نمیتواند نماز خود را شکسته بخواند بلکه مثل حال هزهر باید نماز خود را تمام ادا نماید نکته مهم این که اگر خود سفر مباح باشد هدف انسان از سفر هم کار مباح و یا مستحب باشد هدفش سلی رحیم هست، زیارت هست، کسب رزق و روزی حلال هست بالاخره صدها مباح و مستحب و واجبی که ممکن است در زندگی انسان وجود داشته باشد ولی در اسنا راه ممکن است خدای نکرده محرم را مرتکب بشود مثل این که در اسنا راه دچار غیبت بشود در اسنا راه دچار حرام خوری بشود در اسنا راه به صورت اتفاقی کار حرام دیگری را مرتکب بشود تمام این امور انسان را از حالت سفر خارج نمی کند اگر وقیه شرایط نماز مسافر جمع باشد وظیفه نمازگزار این هست که نماز خود را شکسته بخواند پس ششمین شرط از شرایط نماز مسافر این است که سفر او سفر معصیت نباشد با توضیحی که محضر برندگان عزیز عرض کردم شرط هفتمی را که مطرح فرموده این است که انسان از کسانی نباشد که خانه بدوش هست هستن انسان هایی که در بسیار از دولت ها خانه بدوش هستند. هر جایی که برای حیواناتشان علفی پیدا بشود آب پیدا بشود آب و هوا و فصل مناسب باشد همونجا را چند روز برای سکونت اختیار میکنند اگر کسانی مثل بیابانگردها و امثال اینها که همیشه در حال گردش هستند سفر بکنند ولو اینکه بقیه شرایط جمع باشد هشت فرسخ شرعی را راه برود بقیه شرایط هم محقق باشد با توجه به اینکه شخص خانه دوش هست و همیشه معمولا در حال تکان خوردن و سفر کردن هست وظیفش این هست که نماز خود را تمام بخواند نماز شکسته از همچه افراد قابل قبول نیست. منتها نکته ای هست اگر همین خانه بدوش ها برای کاری دیگر سفر را اختیار بکنند فرض بفرمایید یک کس خانه بدوش هست می خواهد به سفر حج برود می خواهد به زیارت یکی از امامان معصوم برود نظرش این هست که به قصد سلی رحیم در یک از شهرها و روستاها سفر داشته باشد در تمام این نوارد آیا باز مثل حالت خانه بدوشی نماز خود را قصر بخواند یا تمام میان مراجع معظم تقلید اختلاف نظر هست بر اساس یک فتوا این انسان در همچه حالتی در حکم مسافر هست یعنی باید نماز خود را شکسته بخواند. پس انسان های خانه بدوش اگر سفرشون جهت خانه بدوشی است در حال انتقال حیوانات و غیر اینها هست همیشه باید نماز خود را تمام بخوانند ولی اگر برای سفر خاص استثنایی و موردی سفر میکند بر اساس یک فتوا وظیفه دارند که نماز خود را شکسته بخوانند آخرین شرطی که در نماز مسافر مطرح شده است و از شرایط مهم هم هست این است که سفر انسان سفر شغلی نباشد به عبارت دیگر خصوصا امروزه سفر یکی از راه های شغل شده است توضیح این که نقش سفر در شغل انسان سه حالت میتواند داشته باشد تعداد از انسان ها هستند که اصلا شغل آنها سفر هست در واقع سفر کردن جز لاینفک فک شغل اونهاست و همین که بخواهند شغل و وظیفه خود را انجام بدهند خود به خود سفر هم محقق می شود مثل خلبان راننده و امثال آنها، کسانی که شغلشون خلبانی هست کسانی که شغلشون رانندگی هست همین که بخواهند وظیفه و شغل خود را انجام بدهند سفر خود به خود محقق می شود دست دیگر انسان هایی هستند که شغلشون در سفر هست نه اینکه سفر شغلشون باشد اگرچه این دو سینف و طائفه تفاوت کمی دارند شما فرض بفرمایید مثل کسانی که در هواپیما و قطار و اینها مهماندار هستند مهمانداران هواپیما مهمانداران قطار و امثال اینها که اینها معمولا در سفر باید مهمانداری بکنن و مشغول خدمت باشن پس میبینیم که همچو افرادی شغلشون سفر نیست ولی شغلشون در سفر محقق میشود طایفه سوم اون دست افرادی هستند که برای شغلشون مجبورن که سفر بکنن سفر در واقع مقدمه شغل هست مثل کارمندی که در یک شهر شغل دارد برای رفتن به اون شهر از وطن خودش هر روزه مجبور هست 50 کیلومتر 100 کیلومتر مسافرت بکنند امروزه از ساتید دانشگاه معلمان پزشکان اشخاص اداری و امثال اینها زیاد هستند که ممکن است شغلشون در یک شهر باشد وطنشون و محل زندگیشون در شهر دیگر باشند این دست افراد برای اینکه به شغلشون برسند هر روز مثلا بعد از نماز صبح راه میفتند تا ساعت هشت صبح سر کار میرسن چهار بعد از ظهر با پایان یافتن وقت اداری دوباره شب خود را به منزل میرسانند در هر صورت همچو افرادی با توجه به اینکه کسی را سفر هستند و سفرشون اصطلاحا شغلی هست اینها در سفر اول که میروند باید نماز خود را شکسته بخوانند ولی بعد از سفر اول وظیفه ایشون این هست که نماز خود را تمام بخوانند پس در سفر اول ولو اینکه که این سفر اول بسیار طولانی باشد فقهای اعظم فرمودن که شخص وظیفه دارد نماز خود را شکسته و مثل حالت سفر و مسافر انجام بدهد اما در بقیه سایر موارد از سفر دوم سوم چهارم به بعد با توجه به اینکه شخص کسی رو سفر هست وظیفه این هست که نماز خود را تمام بخواند اما اگر کسی که شغلش مسافرت هست برای کار دیگری برود همون وضعیتی که برای خانه و عرض کردم شخص خودش خلبان هست ولی در خصوص این سفر برای زیارت میرود مثلا برای اینکه حاجی بشود قصد خانه کعبه را کرده است به منظور خلبانی از خانه حرکت نکرده است در همچو وضعیتی اینجا بر اساس یک فتوا شخص وظیفه دارد که نماز خود را شکسته بخواند با این که این شخص معمولا کسی رو سفر هست ولی در خصوص این سفر هدف او زیارت بیت الله هست هدف او عتبات عالیات و سلی رحیم هست این با توجه به اینکه سفرش شغل نیست وظیفهش این هست که نماز خود را شکسته بخواند. نکته دیگر اینکه اونهایی که راننده هستند دورگرد و امثال اینها هست مثلا راننده ای هست که معمولا در اطراف شهر داخل شهر در حال رفت آمد هست دو سه فرسخ دو فرسخ حدی اکثر سه فرسخ روزانه رفت آمد دارند در اطراف شهر ولی در موارد ممکن است اتفاق بیفتد که تا چهار فرسخ هم از شهر و وطن خود فاصله بگیرد اگر این فاصله گرفتن اتفاقی باشد باز شخص مسافر حساب می شود و وظیفش این هست که نماز خود را شکسته بخواند بنابر این ولو این شخص روزانه راننده ای تاکسی هست دو سفر سخه شهر رفت و آمد می کند ولی کسی روز سفر نسبت به او صادق نیست اگر روز از روزه ها با فاصله چهار فرسخ و بیشتر رفت باید نماز خود را شکسته بخواند افراد کسی رو سفر بعد از آنی که در سفر رفتن خب عرض کردم که در سفر باید وظیفه دارند که نماز خود را تمام بخوانند. فرض بفرمایید مدت مسافرت تمام شد خلبانی هست یک هفته رفت به خارج کشور دوباره برگشت به وطن خودش همین که به وطن خودش برگشت ممکن است ده روزی دو هفته در خانه و وطن بماند حالا که ده روز و بیشتر در وطن میماند یا حتی در غیر وطن اگر بیش از ده روز باشد و ده روز باشد اولین سفری که بعد از این قصد اقامت ده روزه انجام میدهد با شخص از حالت سفر خارج شده است از حالت کسی رو سفر خارج هست مثل همون حالت اولی در سفر اول باید نماز خود را شکسته بخواند از سفر دوم به بعد هست که همچو اشخاصی وظیفه دارند که نماز خود را تمام بخوانند با این هشت شر نمازگزاران عزیز با تفاصیلی که خدمتتون عرض کردم وظیفه دارند که نماز خود را شکسته بخوانند البته مکانهایی که محضر شما عرض میکنم انسان وظیفه دارد که نماز خود را تمام بخواند یکی این که اگر کسی در وطنش باشد اگر کسی در وطن فقهی خود قرار بگیرد ولو این که مدت کوتاهی باشه به اندازه یک نماز حق دارد به اندازه یک نماز میماند و سپس میخواهد مثلا خارج بشود از وطن خودش در هر صورت توقف ولو کوتاه مدت در وطن اگر وقت نماز باشد و شخص بخواهد یکی از نمازهای چهار رکعتی خود را اونجا بخواند باید نماز خود را تمام بخواند حالت دوم حالت کسی است که از اول قصد کرده است که در فلان نقطه فلان شهر فلان روستا ده روز بماند یا از اول برایش معلوم هست که ده روز میماند باز این شخص وظیفه دارد که تا هر وقتی که اونجا هست نماز خود را تمام بخواند. سومین حالت این هست که انسان در یک شهر یا منطقه یا نقطه سی روز در حال تردید مانده است نمیداند که واقعا ماندنی می شود یا می رود هر لحظه احتمال رفتن هست همچنان که احتمال باقی ماندن نیز هست شرایط پیش میاد شخص منتظر کار اداری هست مثلا که کار اداری در دست خود او نیست وعده میدهند ولی خلف وعده صورت میگیرد شخص میخواهد مسافرت بکند به اداره گذرنامه مراجعه کرده است اداره گذرنامه امروز و فردا میکند یا میخواهد ویزای فلان کشور را بگیرد سفارت اون کشور امروز و فردا میکند نتیجه این که سی روز گذشت همین که در یک شهر خاص سی روز گذشت از روز سیوم به بعد چی تردید شخص باقی باشد و چی نباشد انسان از روز سیوم به بعد حتما باید نماز خود را تمام بخواند بنابر این این سه چیزی که محضر شما عرض کردم در حقیقت همون قواطع سفر هستند در اصطلاح فقها مستحضر صرفا در حال سفر هست که انسان می تواند نماز خود را شکسته بخواند این سه چیزی که عنوان کردم سفر انسان را از بین می برد از نظر فقهی همچو فرد محکوم به حالت حزر هست و هر که در حالت حزر باشد وظیفه دارد که نمازهای چهار رکعتی را کامل انجام بدهد نکته دیگر در خصوص وطن هست یکی از سواله ها که حتما در ذهن بینندگان عزیز مطرح می شود این است که وطن چی هست وطن جایی است که انسان برای زندگی و اقامت خود اختیار می کند حالا این وطن ممکن است مسقط الرأس انسان باشد در جایی که انسان متولد باشد یا نه جای دیگری است که انسان خودش با انتخاب و با قصد اونجا را برای زندگی خود انتخاب می کند این وطن شرعی ممکن است مسقط الرأس باشد ممکن است شهر و روستای دیگری باشد که انسان عالما و آمدن چون اونجا شغل دارد امنیت هست بالاخره هر مقصدی که انسان دارد برای زندگی خودش انتخاب کرده است نکته دیگر اینکه که اگر کسی در وطن اصلی خودش نباشد در غیر وطنش باشد کسی مریض هست برای علاج رفته است برای کار رفته است دانشجو هست برای تحصیل رفته است اگر کسی در غیر وطن اصلی خود اقامت بکند به منظور تحصیل علاج شغل و امثال اینها آیا اون وطن دوم یا اون اقامتگاه دوم حکم وطن را دارد یا نه پاسخ این هست که اگر کسی قصد ماندن همیشگی رو اونجا داشته باشد بله وطنش خواهد بود اما اگر قصد ماندن همیشگی رو نداشته باشد بر اساس برخی فتاوا در حکم وطن هست در حال که بر اساس برخی فتاوای دیگر اون منطقه در حکم وطن نیست و این انسان باید نماز خود را شکسته بخواند نکته دیگر این که کسانی که در دو شهر زندگی میکنند اگر در دو شهر زندگی میکنند فرض بفرمایید دو تا شهر از یک کشور باشد یا دو تا شهر از دو کشور باشد اگر هر دو جا را به عنوان وطن خود قصد کرده است و انتخاب کرده است برای زندگی خودش باز بر اساس برخی فتاوا اشکال ندارد و جزء وطن او خواهد بود و نماز را باید تمام بخواند به عبارت دیگر آیا انسان می تواند بیش از یک وطن داشته باشد یا نه میان مراجع و فقهای های اختلاف نظر هست که هر عزیزی باید بر اساس فتوای مرجع تقلید خودش عمل نماید نکته دیگر این که اگر کسی قصد ماندن در شهر را نداشت ولی مدت طولانی اونجا ماند ممکن است ده سال، پونزه سال، هشت سال مدت طولانی در یک شهر زندگی کرد ولی خودش قصد اقامت دائم و زندگی در اون شهر را نداشت اگر مدت ماندن شخص اون مقدار طولانی بشود که اهل اونجا شخص را دیگر بیگانه نخوانند بلکه اینجوری تلقی بکنند مردم اونجا که این شخص اهل این شهر هست باز اینجا با توجه به صدق عرفی این شهر وطن شخص خواهد بود و انسان اینجا باید نماز خود را تمام بخواند. نکته دیگر این که اگر کسی یک از جاها وطنش باشد فرض بفرمایید مسقط و رأسش هست وطن پدر و مادرش بوده است ولی از وطن بودن اونجا اعراض کرده است خودش در نیتش این بود که دیگر این نقطه را حالا چه روستا باشد یا شهر به عنوان وطن خود انتخاب نکند اگر بعد از مدت اتفاقی برای سلی رحیم و امثال ها اونجا مسافرت نماید اگر صرف نظر کرده است از حالت وطن بودن خارج شده است و انسان باید نماز خود را شکسته بخواند ولی اگر صرف نظر نکرده باشد وطن اصلی و مسقط الرأس هرچند که طولانی هم شده باشد ولو بعد از ده سال انسان اونجا مسافرت نماید وظیفهش این هست که نماز خود را تمام بخواند و در حقیقت اون منطقه به عنوان وطن او باقی میماند نکته دیگر در خصوص قصد ده روز هست اگر کسی قصد دارد ده روز پشت سر هم در محل بماند یا اینکه ولو خودش قصد نکرده است ولی مجبور است بدون اختیار مثل سرباز کتاب افسر هست اونجا بماند در هر دو صورت انسان وظیفه دارد که نماز خود را تمام بخواند و از حالت سفر خارج می شود اما اگر کسی قصد کرد که ده روز در محل بماند و بیش از ده روز باقی ماند باز اشکال ندارد تا زمانی که در اون نقطه باقی هست ولو 20 روز و سی روز باشد وظیفه او تمام خواندن نماز هست منتها اگر بخواهد از قصد خود برگردد کسی وارد مشهد مقدس شد در ابتدا نظرش این بود که ده روز در مشهد بماند ولی سپس از قصد خود برگشت و علل کار برای او پیش آمد مجبور است که از مشهد زودتر خارج بشود اینجا وظیفه اش هست پاسخ این است که گاه انسان یک نماز چهار رکعتی را در مشهد میخواند و از قصد خود برمیگردد مثلا ساعت ده صبح وارد مشهد شد قصدش این بود که ده روز در مشهد باقی بماند نماز ظهر و عصر را خواند سپس نظرش این شد که قبل از ده روز مشهد را ترک بکند اگر قبل از خواندن نماز چهار رکعتی از قصد خود برگردد مثلا ساعت ده وارد شد ساعت یازده نیتش تغییر کرد اینجا باید نماز خود را شکسته بخواند و در حقیقت حالت سفر برای شخص باقی مانده است اما اگر بعد از خواندن نماز چهار رکعتی یعنی نماز ظهر قصد خود را برگردان اینجا تا وقتی که در مشهد باقی میماند اگرچه کمتر از ده روز باشد سه روز هست پنج روز هست هفت روز هست بالاخره تا وقتی که این شخص در مشهد قرار دارد باید نیت خود را بر ادا بگذارد و نماز خود را تمام بخواند بنابر این در خصوص این مسئله که اگر انسان از قصد ده روز منصرف بشود مهم خواندن اون نماز چهار رکعتی و نخواندن آن هست که اگر قبل از خواندن نماز چهار رکعتی منصرف شد وظیفه این هست که نماز را شکسته ادامه بدهد اگر بعد از خواندن نماز چهار رکعتی قصدش و شد اون شخص در واقع باید با همون مثل این است که ده روز قصد اقامت دارد و باید نماز خود را تمام بخواند. نکته دیگر این که اگر کسی میخواهد ده روز اقامت بکند ولی هدفش از اقامت یک شهر نیست بلکه میخواهد در دو شهر قصد اقامت داشته باشد مثلا هدفش این است که ده روز در عراق بماند ولی پنج روز در شهر کربلا و پنج روز در شهر نجف اشرف در همچه حالتی قصد ده روز محقق نمی شود و شخص وظیفه دارد که حالت سفر را حفظ نموده و نماز خود را شکسته بخواند. نکته دیگر اماکین تخییر هست مستحضر بر اساس فتاوای فقهای های ازام چهار جا هست که اصطلاحا به آنها اماکن تخییر گفته می شود به عبارت دیگر اگرش انسان مسافر باشد شرایط هشتگانه سفر در او جمع باشد با این حال خود شخص مخیر هست که نماز خود را چهار رکعتی بخواند یا نه اینکه نماز خود را شکسته و دو رکعتی بخواند این چهار مکان عبارت است از مسجد الحرام در شهر کعبه معظمه مسجد النبی در شهر مدینه منوره مسجد کوفه در شهر کوفه و حرم متحر امام حسین علیه السلام در هر صورت این اماکن تخییر تا چه حدود از حرم امام حسین را می گیرد تا چه حدود از مسجد النبی و مسجد الحرام را میگیرد. گیرد متاسفانه در خصوص این مسئله میان مراجع معظم تقلید اختلاف فتوا هست و با توجه به کسرت و فراوانی اختلاف فتوا و با توجه به اینکه اماکن اماکن تخیر هست بهتر است که نمازگزاران عزیز در این اماکن چهارگانه نماز خود را شکسته بخوانند در هر صورت انسان همون حالت سفر را حفظ میکند نماز خود را شکسته میخواند و مشکل هم نخواهد داشت نکته مهم این اماکن تخییری که محضر شما عرض کردم این چهار مکان مخصوص نماز هست در روزه اماکن تخییر نمی آید به عبارت دیگر اگر کسی در ماه مبارک رمضان با شرایط هشتگانه که عرض کردم به این اماکن چهارگانه سفر داشته باشد قطعا باید روزه خود را افتار نماید و روزه اش قابل قبول نخواهد بود بله بعض مستثنیات ممکن است اینجا راجع به مدینه منوره و امثال اینها وجود داشته باشد که خود عزیزان می توانند به رساله های عملیه مراجعه نمایند یکی دیگر از فروعه های مربوط به نماز مسافر حالت کسی است که به جای این که نماز خود را شکسته بخواند جهلا تمام خوانده باشد یا کسانی که باید نماز خود را تمام و چهار رکعتی بخوانند نماز خود را شکسته خوانده باشند اینها بحث هایی است که با توجه به اینکه این درس ظرفیتش پر شده است بیشتر از این مجال طرح برای بنده نیست امیدوارم که خود بینندگان عزیز و نمازگزاران محترم بر ساله عملیه مراجع معظم تقلید خودشون مراجعه نمایند در هر صورت در این درس بقیه احکام نماز مسافر به محضر عزیزان تقدیم شد که امیدوارم برای شما نافع و سودمند بوده باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته